در کنار سایر ملت‌ها در جستجوی زندگی با مرگ به مبارزه برخواسته ایم. زندگی که هیچگاه به معنای زنده بودن صرف نبوده در این سال‌ها زنده ترین ما در دورهای دیرام و نشان و دور افتاده به خواهد سپردن. اما یاد و راه تانجا اینده به سیده نرد به نرد حفظ کردیم با فراموششان نکنند. فراموش نمی کنید آنانی را که برای ایفای حدود ملت و آزادی از سلطه انقلاب مشروطه را رقم زدند. فراموش نمی کنید آنانی که در نهضت ملی شدن نفت در مقابل تقابل خارجی و استبداد داخلی ایستادند. فراموش نمی کنید آنانی را که بر سر آزاد خود در 16 آذر 39 جانشان را فدا کردند. آرمان خواهی پدران و مادرانمان که برای تحقق عدالت و آزادی در انقلاب 57 سلطنت را از بین بردند فراموش شدنی نیست. جمعیت میلیونی مردم در 25 خرداد 88 و بازپسگیری خیابان‌های شهر علی‌رغم تلاش اصحاب قدرت فراموش شدنی نیست. و چطور میتوان فراموش کرد آن عزیزانمان را که در دی و آبان در اعتراض بی عدالتی های افکار و سیزده فریاد زدند و به همدستی و ستم از بابان قدرت جان باختند. فراموش نمی کنید که کسانی در پی جنایتی آغشته به دروغ و فریب مظلومان کشته شدند، اما حتی یک نفر پس از حوادث این سالها بازخواست نشد. سینه دانشگاه هنوز از دود گازهای اشک‌آور سرکوب آن شبها چرکین است و امروز به آستانه 40 آن عزیزان رسیده ایم. باری اکنون علی‌رغم آنکه عده‌ای با دست‌اندازی به ثروت عمومی مردم و عده‌ای دیگر با انتظام از ثروت به تاراج برده شده در حکومت پیشین در پیوندی منحوس از به باز کردن تاریخ مبارزاتی ما و جلان در میان از حال عمومی کرده. ما فراموش نمی کنیم برادران و خواهران من را که با فدا کردن جان خود مکتم مبارزه بر سر آرمان های عدالت و آزادی و استقلال را برافراشته نگه داشت و به نسل بعدی انتقال داد. ملت ایران امروز که در این بزنگاه تاریخی ایستاده ایم به زنده ترینمان حبس و حصر تحمیل کردند. فرهاد میثمی، نرگس محمدی، ندا ناجی، امیر سالار داوودی، محمد حبیبی در حبس های طویل المدت به سر میبرند. در همین روزها نماد ایستادگی جنبش دانشجویی بهانه هدایت به واسطه اقدام بی‌شرمانه حراست و در جلوی چشم اساتید دانشگاه تهران تحویل سازمان‌های امنیتی داده شد. اینان تنها نمونه ای از افرادی هستند که حقیقت را با هیچ تیغ مصلحت اندیشی صرف نکردند و تنین صدای مردم مظلومشان شدند. مردمی که نبود آزادی و بی‌عدالتی جانشان را به لبشان رسانده و تنها راه خروج از این وضعیت را اتکا به نیروی خود می‌دانند. امروز ما مطرودین عرصه قدرت در مقابل این وضعیت مقاومت می‌کنیم و تنها امکان رهایی از این وضعیت را در گروی کنشی جمعی می‌دانیم و معتقدیم که نهادهای انتخاباتی که قرار بود به نام نظر جمهور مردم ایجاد شوند اما بیش از هر زمان دیگری انتصابی هستند. بیشون امکان رهایی در درون خود ندارد. به همین دلیل است که به صراحت میتوان امروز را پایان دوباره همان عصر سالها نادیده گرفته شده توسط اصحاب قدرت دانست، یعنی پایان جمهوریت. و باید یادآور شد که راههای ما که رهایی ما یافتن گمشده امروزمان یعنی سیاست مردمی است، سیاستی که در آن مطرودین جامعه نمایندگان حقیقی خود را باز می‌یابند و بی‌لکنت حق خود را فریاد می‌زنند. متحد مقاومت می‌کنیم.